سلام بر شما، به فراخبر خوش آمدید. امارت اسلامی با ابراز خرسندی از کارکردهای هماهنگ کننده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان میگوید که او تا حدی واقعیت های افغانستان را به جهان انعکاس داده است. سخنگوی امارت اسلامی همچنان ارتباط فریدون سنردیوغلو در جریان مأموریتش با امارت اسلامی را قناعت بخش توصیف میکند. ترتیب ارزیابی مستقلانه درباره ادغام دوباره افغانستان با جامعه بین الملل از کارکردهای سنردیوغلو در جریان مأموریتش در افغانستان است. در مورد این گزارش و همچنان موضوعگیری امارت اسلامی بیشتر بحث میکنیم با مهمانان برنامه، آقایان نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد ژنوا و محمد کریم امین فعال امور صلح. هر دو مهمان با ما وصل هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. آقای اندیشه، بحث را با شما آغاز میکنیم. ترتیب ارزیابی مستقلانه درباره ادغام دوباره افغانستان با جامعه بین الملل از کارکردهای سنردیوغلو در جریان مأموریتش در افغانستان است. اولا در مورد سنردیوغلو بیشتر بگوین که کی است و چرا این مأموریت گرفته و این مأموریت حالا در کجا رسیده، که با وجود اینکه پیش از این امارت اسلامی بخشای از زیر ستایش کرده بود و در بخشای دیگر سکوت. از شما میشنویم که این مأموریت برای چی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بیننده های خوب تلویزیون طلوع و بر مهمان محترمتان. آقای سنردیوغلو، فریدون سنردیوغلو، یکی از دیپلمات های ورزیده و دیپلمات های کریر وزارت خارجه ترکیه است که از اوائل قضیه افغانستان از سال 2001 به این طرف در مراحل مختلف در پروفایل افغانستان دخیل بوده از طرف کشور ترکیه و همچنان در اواخر در پنج سال گذشته به سمت معاون وزارت خارجه ترکیه کار کرده که امور افغانستان کور میکرده و همچنان آخرین وظیفه‌اش هم نماینده دائمی ترکیه در ملل متحد نیویورک بود. به این اساس گفته میتونیم که نظر به اینکه از منطقه است و در عین زمان ترکیه کشور عضو ناتو در افغانستان دخیل بده گذشته و تجربهش از کنفرانس بون تا امروز نشان میده که این یک دیپلماتی است که در امور مسائل افغانستان و در مسائل بین المللی و در عین زمان در یک هماهنگی بسیار نزدیک با کشورهای غربی، خصوصا ایالات متحده آمریکا، کار خود را پیش برده و وقتی که آمده بود به سفر به افغانستان داشت و منطقه داشت، با در خود نیویورک ملاقات های زیادی با اطراف قضیه افغانستان، اطراف قضیه سیاسی افغانستان داشته. به این اساس گفته میتونیم که یک ارزیابی خب لااقل ارزیابی منصفانه را از قضیه داشته، ولی در آخر وقت باعث یک دیپلماتی که دیپلمات ورزیده است هیچ وقتی بحث سیاه و سفید نکرده و به سلام از یک دیپلماسی استفاده کرده در یک قسمتش طالب ها را هم خوش ساخته، یک سیز پیشرفت هایی که داشتن خصوصا در قسمت مواد مخدر و اینا او را مطرح کرده، ولی از طرف دیگه شرایطی را مطرح کرده که او برای ادغام افغانستان به نظام بین الملل بسیار مهم و ارزنده است. آقای اندیشه، به شما برمیگردم. در مورد ضعف ها و کاستی هاش صحبت میکنیم، چون انتقادات بود پیش از این. وقتی این گزارش بیرون شد ما پوشش دادیم همونطور مواردوار. آقای امین، بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. در مورد کارکرد سنردیوغلو از شما بیشتر میشنویم، این مأموریتش برای چی است؟ نقشه ای که ترتیب داده شده، اون نقشه برای افغانستان آیا مناسب است؟ آقای امین، فکر میکنم صدایتان ندارم، اگر لطف کنین از اونجا. بله، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما و بیننده های برنامه وزینتان و مهمان گرامیتان عرض سلام و احترام دارم و در رابطه با سوالی که شما مطرح کردین باید عرض کنم که آقای سنردیوغلو در ماه حوت سال گذشته به این سمت برگزیده شد و چنانچه آقای اندیشه فرمودن قبلا سمت وزارت خارجه کشور ترکیه را هم به دوش داشتن و شخصیت ورزیده هستند. با ایشان یک تیم 12 نفری از کشورهای مختلف جهان همراه شدند و در طول 8 ماه در داخل افغانستان سفرها داشتند.
تیمشان با 15 ولایت کشور سفر داشتن، با مردم ها، شخصیت ها و عام مردم هم در این ولایت ها صحبت ها و تحقیقات داشتن و از 17 ولایت باقی مانده نماینده ها و هیئت هایشان را در کابل خواستن و از اونا هم در مورد شرایط فعلی افغانستان سوال و جواب کردن. به همین ترتیب مجموعاً با 300 شخصیت و گروه ها و علاقات در داخل و خارج ملاقات داشتن. ما هم با آقای سمیلی اغلو با بارها نشست داشتیم و هم با تیمشان به صورت مستمر همکاری داشتیم و حتی در چگونگی تهیه این گزارش هم در حد محدود یک شخص با ایشان همکاری داشتیم. چیزی که جالب است نتایج است که اینا از تحقیق به دست آوردن. من المجموع 4 نقطه را اینا از مردم، از خواستهای مردم خلاصه کردن. اولین خواست که مردم افغانستان برای تیم آقای سمیلی اغلو مطرح کرد و شاید برای بسیار جای تعجب باشه، چیزی که در شهرها هم به طبیعی است ولی در دورترین قرات و دهات افغانستان اولین تقاضای مردم افغانستان چگونگی حقوق زنان و دختران و حق تحصیل و کار و حضورشان در جامعه بودک. نقطه دوم مسئله فقر اقتصادی و مشکلات روزمره از این ناحیه. مطلب سوم خشکسالی و نگرانی مردم از آینده و چگونگی زندگی. و چهارم مسئله فقدان یک قانون به رسمیت شناخته شده و قبول شده توسط عام مردم افغانستان. گزارش را که آقای سمیلی اغلو پیشکش کردن به شورای امنیت سازمان ملل متحد استوار به می تحقیقات بود و این گزارش نتایجی را که مطرح میکنه هم چگونگی یافتن رای حل به این سه بحرانی که اگر به زبان ادبی تر مطرح بکنیم، بحران عدم مشروعیت نظام، بحران فرهنگی و بحران اقتصادی است. در این سه بخش گزارش آقای سمیلی اغلو پیشنهادهای مشخصی داره. از 4 گزینه که در رابطه با افغانستان در جهان مطرح است، یعنی منزوی کردن هرچه بیشتر نظام فعلی یا به رسمیت شناختن نظام فعلی یا حمایت از مقاومت و جنگ مسلحانه در مقابل نظام فعلی و یا تعامل با نظام فعلی، پیشنهاد مشخص گزارش آقای سمیلی اغلو ای است که با نظام فعلی تعامل شو و تعامل بیشتر در ابعاد اقتصادی و صحی و تعلیم و تربیت صورت بگیره. اما استاد ما در رابطه با مشروعیت رای حلی را پیشکش میکنه که از نظر ما جامع ترین گزارش و پیشنهاد است و قطعنامه است که سازمان ملل متحد در طول 2-3 دهه اخیر بر افغانستان ارائه کرده. مبنی بر این که در 3 محور محور اولی که سازمان ملل متحد کماکان یک نماینده خاص بر افغانستان تعیین بکنه و ما امیدوار هستیم که آقای سمیلی اغلو برای صلح هست فکر میکنم. نه خیلی، بله، تنها برای صلح نیست. وظیفه نماینده خاص 2 چیز است. یکی ای که یک گروپ ارتباط قرار است در افغانستان ایجاد شود مشتمل بر 20 یا 21 کشوری، یعنی که گروه تماس. گروه تماس، بله. وظیفه نماینده خاص سازمان ملل متحد منسجم کردن مواقف کشورهای جهان و توحید مواقفشان در قبال افغانستان است و دوم این مواقف را با افغانها و با نظام تنظیم امارت اسلامی مطرح کردن و دوم امارت اسلامی طالبا برش پیشنهاد شده که مذاکرات بین الافغانی را مناسب و منطبق بر تعهدشان در قرارداد دوحه عملی بکنن و از طریق این مذاکرات به نتایج برسن که اون نتایج منتج به این شود که ملت افغانستان هم مشروعیت نظام فعلی را تمثیل بکنن و جهان هم با امارت اسلامی از با ادغام تنظیم امارت اسلامی در جامعه جهانی توافق بکنه و به این ترتیب بعض تشویش هایی را که
جناهای و شخصیت‌های در داخل نظام تنظیم امارات اسلامی دارن، شما شنیده باشین که بعضی بزرگان میگن که حتی اگر ما حقوق زنان را اعاده بکنیم دنیا ما را به رسمیت نمی‌شناسه. بله، این گزارش مشخص شده و تضمین شده که اگر قدم‌هایی را که این گزارش پیشکش میکنه در رابطه با مشروعیت نظام فعلی عملی بکنه، جهان حاضر است که تنظیم امارات اسلامی را و نظام فعلی را به رسمیت بشناسه. بسیار زیاد تشکر، در نقطه خوب رسیدین که با آقای اندیشه شریک شویم. پرسش دقیقا همین جاست که حالا ضعف ها و کاستی ها چی است با توجه به اینکه سیاست امارات اسلامی را در همین بیشتر از کم و بیش دو نیم سال مرور کردیم و میدانین، و از شما میپرسم آقای اندیشه چقدر حالا امارات اسلامی ابراز خرسندی کرده از کارکردهای هماهنگ کننده ویژه دبیرکل سازمان ملل و تا حدی هم گفته واقعیت‌های افغانستان را در این گزارش در نظر گرفتن. امارت اسلامی وقتی میگه تا حدی واقعیت‌های افغانستان را در نظر گرفته، منظورشان چی است؟ چقدر با این گزارش میتونن در آینده به پیش برن و حالا در کجای کار قرار داریم؟ میدانیم که خب در شورای امنیت قطعنامه صادر شد و تصویب شد، 13 رأی موافق، 2 رأی ممتنع چین و روسیه. از شما مشنویم. بسیار خوب، با خود عیزی که سخنگوی طالب ها یک لاقل یک چرخشی را در پالیسیشان گویا مطرح کرده، چون در ابتدا از گزارش، از قطعنامه و از سو پیشنهاداتی که گزارش داشت به خوشی یاد نشده بود و با یک نوی ای گزارش و پیشنهاداتش، خصوصا دو سه مراحل بسیار عمده که برای ادغام افغانستان و برای مرحله گذار، برای پروسه سیاسی و پروسه صلح در نظر گرفته شده بود یا غیر قابل قبول گفته شده بود، و حتی از خود زبان آقای متقی، آقای کابلوف نماینده خاص روسیه هم ایره گویا مطرح کرده بود که طالب ها با این پیشنهادات خوش نیستن و این که حال به اصطلاح یک نو چراغ سبز میتن، اگرچه خب با یک احتیاط، نشاندهنده از این از یا این که سیگنال از کدام جای دگاه آمده و یا این که یک چرخش نشان میده، یا یک تکتیکی هست، استراتژیک، یک چیزی هست که خود ما داینده نزدیک دیدیم. ولی پیشبینی من این بود که کاملا رد کردن از این پروسه طالب ها را دیگه هم به انزوا میبره. ولی پیش از اینکه زیادتر روجه پیش برم، من بخوام با یک نقطه رفتشر آقای کریم مطرح کردن این بگویم که است که بحث تا جایی که من معلومات دارم، تا جایی که در مسائل ملل متحد مدخیل هستم و ویسی دیپلومات کریر افغانستان میفهمم، بحث جهان فعلا نظر به قطعنامه 2020 و قطعنامه 2513 هم موضوع مشروعیت شناختن نظام فعلی طالبان نیست. نظام فعلی طالبان یا امارت یک چیزی است که بسیار واضح قطعنامه‌ای که در ماه مارچ بعد از امضای موافقتنامه دوحه آمد، بسیار به شکل واضحش از سازمان ملل متحد گفتن که برگشت امارت اسلامی طالبان قابل قبول نیست، درست از یک حکومت اسلامی امشمول که در خواهم در پروسه دوها آمده بود و هم در قطعنامه آمده، او یک بحث جداگانه است که به اساس آرای مردم و به اثر به اصطلاح همون. پس آقای اندیشه شما از دوها هم یاد کردین، چه تفاوتی از مسیر دوها با این گزارش وجود دارد؟ تفاوتهایش چی میتونه باشه؟ خب دوها یک چیز بود، دوها به اصطلاح یک دیل یا یک معامله بین آمریکا و طالب ها بود که در او امضا کننده های دیگه وجود نداشت. یعنی اونجا تمام کشورهای دیگر، کشورهای منطقه، کشورهای همسایه، حتی بعضی کشورهای متحدینش مثلا ما وقتی با امرای جرمنا صحبت کردیم، امرای فرانسوی ها و اینا خودشان یک قسمتی از دوحه اتحادیه اروپا نمیدید. میگفتن خب یک معامله بود، آمریکایی ها رفتن امرای طالب ها شیشتن و یک بحثی را انجام دادن که تا هنوز زمینه هایش و حتی بر دوسته بسان نزدیک ایالات متحده آمریکا هم معلوم نیست، شاید بسنا انگلستان و اگلیسی کشور دیگر. پس به این اساس این پروسه وقتی که میایه یک بحث متفاوت است. این از شورای امنیت امو مندت خود هم اگر دو هم مندت خود از آقای پامپیو و آقای ترامپ گرفته پس به این اساس این یک چیز به اصطلاح از نگاه جهانی و بین المللی یک مقدار عام شمولتر است تا ای که پروسه دوها باشه. این از دوها که بسیار مهم و مطرح است، در ایران مطرح است، در روسیه مطرح است، چین مطرح است، همه ای. ولی مهمی است که
تفاوتی که وجود داره است که در کمایی است، شاید در کمایی اشتباه باشم که میتونه باز دوستا او را تصحیح کنن، این است که هدف بر رسمیت شناختن نظام طالبان است که سبب بگیم که امارت اسلامی طالبان رسمی شد. امارت اسلامی یک به اصطلاح به امو نظامی است که نه در گذشته رسمیت داشت، نه در پروسه مذاکره امرای تا امریکایی ها بسیار واضح در بین برکت نوشته میکردن امارت را ما رسمی نمیشناسیم. خب اگر مردم افغانستان باز تصمیم بگره در یک پروسه ملی، در یک گفتمان ملی، نه گفتمان چیزی که مثلا بین الافغانی برش میگن، یک گفتمان ملی سرتاسری تمام مردم افغانستان، در اونجا اگر باز مردم افغانستان تصمیم گرفتن که اگر امارات بسازن مثل امارات متحده عربی، باز یک پیش جداگانه است. یعنی ادغام افغانستان ادغام امارات نیست، ادغام افغانستان است. چون واضح اگر ببینید در پیشنهادات همین نوشته شده، ولی چرخش طالب ها به نظر ما قابل پیش بینی بود، لاقل ما پیش بینی کرده بودم در صحبت های کمی جنبه شما داشتیم، اگر بیندا به خاطر داشته باشم که طالب هایی را در کل رد نمی کنن، چون رد کردن کل ازی یک به اصطلاح قدم دیگه به طرف انزوایشان است. و ارچند اونا همی بحث نماینده خاص در قسمت مسائل صلح و پروسه انتقال قبول نکرده بودن، ولی قسم ما پیش بینی کردم، گفتم که طالب ها حقی ویتو دهی ندارن، اون او منظور شد در خود جلسه شورای امنیت. اینا مانده که این نفر کی باشه و از زیادترین اهمیت همی داره که فرد از کجا باشه، با کدام دانش باشه، با کدام توانایی باشه، و این که گفتن که متخصص حقوق بشر و در مسائل جنسیت باید تخصص داشته باشه، خود شخصیت آقای اوغلو را منتفی می‌سازد. بسیار زیاد تشکر. آقای امین، شما تاریخ خودتان زنده در واقع تماشا کرده آمدین و خب نسخه های بیرونی هماره برای افغانستان نتونسته به عنوان یک نوشدارو عمل کنه. این را خیلی از کسا میگن وقتی صحبت میکنن و حالا از شما میپرسم که حالا از نماینده های پیشین که در همین 50 سال نگاه بندازیم، از بینینسوان تا حالا نماینده سنیر لیوغلو، در شرایط امروز چی تغییر کرده و امیدواری ها چی چیز است با توجه به اینکه گزارش شما گفتین از نزدیک رصد میکردین و خودتان هم دخیل بودین و جزئیات هم دادین، و چی چیز ناامید میسازه شما را نسبت به وضعیت افغانستان نگاه میکنین، اون طرف جهان نگاه میکنین و طرف هایی که در قضیه افغانستان دخیل هستند، مخصوصا حالا خود افغان ها؟ ای کاش ما در شرایط قرار می داشتیم و داشته باشیم که ملت افغانستان بدون مداخلات خارجی سرنوشت خود را خودش تعیین بکنه و حاکمیت ملی خود را و استقلال خود را تمثیل بکنه. تعریف دوم استقلال به معنی این است که یک ملت این توانایی را داشته باشه که چگونگی نظام خود را و سرنوشت خود را خودش تعیین بکنه. اگر نظام فعلی حاضر به این کار شد، ما امیدوار هستیم که به خاطر استحکام پایه های نظامی که 50 سال بر از او مبارزه شده، نظام اسلامی منظورم است، حاضر به این کار شد که با ملت خود مشترکاً نه حکومت بر مردم بلکه حکومت با مردم را ایجاد بکنه و امو اعتمادی را که مدعی هست که ملت به این نظام داره، خود از این نظام هم امی اعتماد برعکس با ملت داشته باشه، ضرورت مداخلات بیرونی با حد زیادی منتفی میشه. ولی متاسفانه در شرایطی که نصف نفوس افغانستان را، 20 میلیون نفوس افغانستان را امی خارجی ها فعلا وسیله تغذیه شان است، 6 میلیون طفل اگر کمک های جامعه جهانی نباشد در افغانستان با مرگ وحشتناک مواجه است. در چنین شرایط استغنا کردن از جامعه جهانی مسئولیت بسیار خطیر و خطرناک است که هر نظامی که به دوش میگیره باید این مسئولیت هم داشته باشه که فقر و وحشتی که از فاقگی در جامعه ما ایجاد شده با او چگونه جواب خواهد داد. با مطلب دیگه که میخواستم عرض بکنم این است که با آقای اندیشه با اختلاف دیدگاه در نتایج امر ندارم، ولی وقت گزارش فعلی مطرح میشه اینها نمیتونن، هرچند که در 16 صفحه که این گزارش و قطعنامه نوشته شده یک بارم
نام امارت اسلامی طالبان افغانستان در اون نوشته نشده، یک بار هم نوشته نشده. و بنان همزمان موجودیت قطعی نظام نفی نکردن. هدف این گزارش ای است که مذاکرات بین الافغانی در نهایت امر، در غایت کار منتج به نظام شود که اون نظام هم ملت افغانستان مشروع بدانه و به رسمیت بشناسه و هم جامعه جهانی. و چنانچه آقای اندیشه گفتن نام و ساختار و محتوای این نظام را باید است که ملت افغانستان تعیین بکنن و تا اون زمانی که این اصل اساسی حق ملت اعاده نشه، متاسفانه چگونگی به رسمیت شناختن نظام در جامعه جهانی امر منتفی است. آقای امین اگر کوتاه بگوین این قسمت، خب در آخر این گزارش اجرا شده بوده مرحله به مرحله و بعد در یک مسیر برسه که امارت اسلامی در واقع به تبش نخوره و فکر کنه که به مسیر دلخواهش نیست مقاومت کنه، چه خواهد شد سرنوشت؟ یک تعداد از شخصیت ها چنانچه پیشتر هم عرض کردم اصلا خود را از برسمت شناختن جامعه جهانی مستقنی میدانند و به او حداقل ظاهرن اهمیت قائل نمیشن. این شخصیت ها و علاقات باید همزمان مسئولیت انزوای کشور هم تقبل بکنن که عاقبت نهایت خطرناک برای مردم از نگاه اقتصادی و حیاتی هست. اما امیدوار هستیم که عقلانیت حاکم بر نظام بالاخره متوجه از این مطلب شود که بدون تعامل با جامعه جهانی، بدون پذیرش اصول اساسی که این دنیا بر او استوار است، در منشور سازمان ملل متحد اصولی هست که وقتی که شما میخواین داخل از این نظام شوید اصول را بپذیرید. بدون پذیرش از این اصول عاقبت افغانستان خدای نخواسته تاریک خواهد بود و ما امیدوار هستیم که چنین نباشه. بسیار زیاد تشکر. حالا جنبندی با آقای اندیشه، دو نیم دقیقه فرصت داریم. میدانیم اوضاع جهان آشفته است، چندان حال هوایش خوش نیست، ولی پرسش اینجاست این گزارش حالا ترتیب شده و آماده شده و خیلی چیزایش بیرون داده شد، اگر خب زمانش چقدر میتونه باشه، چقدر زمان میبره که ای به نتیجه برسه؟ پیشبینی وجود داره؟ امکان داره پیشبینیش؟ خب پیشبینی فکر میکنم مشکل است، ولی آغاز شد. فکر میکنم سال 2024 کسی که پیشبینی میشد آغاز یک پروسه سیاسی هست. در دو سال گذشته جهان مصروف بسیار گپای دیگه هم بود و در این زمان بررسی های خودانه کردن. سال 2024 آغاز ازیه، سال 2024 سال انتخابات ایالات متحده آمریکا، سال 2024 انتخابات انگلستان است، در پاکستان است و اینا، و همچنان سرنوشت جنگ اوکراین احتمال سال 2024 تعیین شود و جنگ غزه. من فکر میکنم آغاز یک پروسه است، ولی مهمترین مسئولیت فعلا قسمی پیشتر جناب استاد آقای کریم هم گفتن برمیگرده فعلا برای طالب ها، چون برای اولین بار تاریخ افغانستان لااقل در 45-46 سال گذشته یک شرایطی به وجود آمده که یک گروپ بعد از اینکه به قدرت میرسه یک فضای است که کشورهای بیرونی، کشورهای همسایه فعلا لااقل دو سال گذشته کدام مداخله مستقیم نداشتن. هیچ نظامی از زمان نظام کودتای کمونیستی و این طرف یک فرصتی بر نفس کشیدن نداشت. هر نظامی که با وجود آمد مداخله کشورهای منطقه، کشورهای همسایه و یک نوع به اصطلاح اختشاش داخلی و بیرونی به شکل بسیار جدیش وجود داشت. اگر طالب ها امو گروه ها و کسایی که در بینش یک مقدار به بحث مسائل بین المللی و اینا آشنایی دارن در اینجا فعال نشن و به اصطلاح از امو چیز خود نبراین از یک حالت انفعالی، ما فکر میکنم این فرصت از دست میتن و این فرصت از دست دادن باز موازی با فرصت از دست دادن های گذشته نیست. به نظر شخصی من افغانستان در یک بحث به اصطلاح امو بیرونیش پارادایم چینج بعد از تاریخ 15 آگست داخل شده. هر تحولی که بودیز در افغانستان بیاید هیچ معادل به تحولات گذشته نخواهد. بسیار زیاد تشکر آقای اندیشه و آقای امین. از حضور هر دو مهمان بزرگوار سپاسگزارم. رسیدیم به پایان فراخبر، از شما سپاسگزارم. شب بخیر.